خب آقا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت برابچه گل و عزیز یوتیوب. آقا اومدیم با یه ویدیوی دیگه. توی این ویدیو ما تصمیم داریم که به ایرادات، اشکالات و باگ‌هایی که توی دیسترک یادگاری از اشکان فدایی، همچنین ویسی که توی اون یه سری افشاگری‌ها علیه سروش هیچکس صورت گرفت که مبنی بر این که در واقع سروش عضو در واقع سازمان مجاهدین خلق بوده، حرف بزنیم. و اینم بگم که هدف از این ویدیو نمیدونم حمایت کردن از سروش هیچکس، نمیدونم اومدیم پشت سروش در بیایم نیستش، یا نمیدونم هدف این نیستش که اومدیم مثلا فدایی رو تخریب بکنیم، هیچ کدوم از اینا نیستش. هدف اینه که ما نگاه درستری به این مسئله داشته باشیم و حالا منتظر جواب سروش هم همچنان هستیم که بیاد در واقع جواب بده. به هر حال اتهاماتی که بهش وارد شده خیلیه، میگم حالا یه سری باگ و ایرادات داشت این قضیه، ولی خب یه بخش دیگه ای از این اتهامات مثلا دلایل خیلی محکم بود و واقعا درست ارائه شده بود. و عرضم به حضور، قبل اینکه بریم سراغ این ایرادات، خیلی ممنون میشم لطفاً ویدیو رو لایک کنید، کامنتی، چیزی، هر چیزی توی ذهنتون بود واسم بنویسید، بعد کانال رو هم ساب کنید، اون زنگوله رو هم بزنید که هر موقع ما ویدیو جدیدی آپلود کردیم واسهتون نوتیفیکیشن بیاد و شما بیان و ویدیو رو نگاه کنید. بریم سراغ ایرادات دیس و وایس اشکان فدایی. خب بچه، اولین باگ و ایرادی که میشه به وایس اشکان فدایی گرفت و فکر کنم توی همه رسانه ها، توی هر کانال تلگرامی میرید میبینید، اینه که اشکان فدایی اومد گفتش که آقا توی شهریور 1401 یه عکسی از هیچکس و خانومش به دست ما رسید که با مجاهدین بوده دیگه. ولی خب چیزی که مثلا خیلی عجیب غریب هستش اینه که یک ماه بعد اون قضیه، یعنی مثلا مهر دیگه، فدایی اومده و آهنگ این یکی هم واسه سروش رو استوری کرده و خود سروش رو هم تگ کرده بود. من خودم اون استوریش رو دیدم و این خودش خیلی عجیبه، اصلا جور در نمیاد. بعد یه مسئله دیگه هم هستش توی وایس. خب فدایی اومد گفتش که یک سری از بچه های لیبل چریکو من استوریشون کردم. خب یعنی به قول معروف منظورش اینه که من این بچه ها رو حمایت کردم، در حالی که لیبل چریکو خود فدایی و امید سفیر فکر کنم با هم دیگه اومدن در واقع پایه‌گذاری کردن. یه باگ و ایراد دیگه‌ای که میتونیم بگیریم به دیسترک یادگاری هستش. خب توی یه قسمتی از این کار اومده گفته که تو همه رفیقاتو دادی لاکار، ما رو کردی زیر انگ روحانی و نایاک، که اشاره به دوره‌ای میکنه که سروش در واقع خودش رفته بود و حتی میگم عکسش هم بود توی همون وایس، در واقع مردم رو حالا تشویق کرده بود که به روحانی رأی بدن. و چیزی که خیلی جالبه، خود اشکان فدایی یه توییت بسیار بسیار قدیمی داره که حالا بعداً این توییت حذف شده، ولی حالا من این توییت رو واسهتون میذارم این بالا مالا و حتی واسهتون میخونم، چون میدونم شاید یه سری گشادیتون بشه نخونید، طولانیه. فدایی اومده نوشته که من خیلی ساله که ایران نرفتم، مشکلم هم نه با روحانی حل میشه نه با آیت الله آدولف رئیسی، جدا از اینکه در طول تمام سالهای عمرم سعی کردم فعالیت‌های مثبت داشته باشم و نه فقط 4 سال یه بار بخوام با رأی دادن یا ندادن موثر واقع بشم. فکر می‌کنم امروز حضور مردم پای صندوق‌ها و رأی دادن ضد رئیسی نه تنها روی وضعیت ایران، بلکه می‌تونه روی وضعیت دنیا تأثیر داشته باشه، همونطوری که احمدی نژاد داشت. چیزی که باید عوض بشه تفکرات ماست و نه رئیس جمهور. از این حرفای قشنگم بلدم بزنم، ولی رئیسی به قدرت برسه سر به تن خیلی‌ها نمی‌ذاره. من حتی مسلمون نیستم و واسم خیلی سخت تبلیغ یک آخوندو بکنم، ولی تصمیم گرفتم انجامش بدم، چون زندگی آدم‌ها بیشتر از غرورم برام ارزش داره. در واقع انتخاب بین بد و بدتر هستش دیگه. بعد یه باگ دیگه ای که میشه به وایس یا حالا افشاسازی های فدایی گرفت این بود که فدایی اومد گفتش که سروش اومده از فائزه پول گرفته که حالا میگم یه آهنگی رو بخونه، و تو ادامه هم گفته بودش که اومد به ما گفت چرا سر آلبوم عدل به خاتمی جون من چرا بی احترامی کردید و از اینجا صحبت ها. اگه این قضیه خب میگم صحت داشته باشه، به تبع مهدیار و فدایی باید این قضیه رو دونسته باشن، و حالا چرا این قضیه مطرح نشده تا الان خودش جای سوال داره. و
چیزی که کارو خیلی خیلی خیت میکنه اینه که خود مهدیار اومده این اظهاراتی که مثلا سروش نمیدونم پشت خاتمی بوده و از این صحبت ها مثلا انکار کرده توی این توییتی که من دوباره میگم این بالا مالا واسهتون میذارم که حالا نمیدونم سر چی بوده، نوشته شده که به سروش برچسب نایاک و خاتمی رو میزنه و تتل رو انسان بزرگ میدونه، سروشی که رسما ریده به کل اصلاحات و جیملف و سپاه، چه برسه اراجیف مثل نایاک و خاتمی و تتل بچه بازی که همین الانش داره آقا رو میلیسه. چرا؟ چون توهم زده 12 سال پیش سروش یه طرحشو دزدیده و ناراحته. چرا 11 سال پیش با سیکیوان مصاحبه شده. در ادامه فدایی اومد و گفتش که من نمیدونم چپ نیستم و عضو هیچ گونه حزبی هیچ توده‌ای نیستم و دلیل اینکه اسم من فدایی به خاطر فامیلی مادرم بوده. ولی شما این عکس رو نگاه بکنید که یکی از پست‌های قدیمی اشکان فدایی هستش، ما اینجا چی میبینیم؟ داس و چکش گذاشته شده که یکی از پستای قدیمی اشکان فدایی هستش. حالا نمیدونم هنوزم این پست مونده یا نه. و در ادامه دوباره ما یه عکسی از فدایی میبینیم که توی اون روی دیوارش عکس صمد بهرنگی رو گذاشته. صمد بهرنگی شاعر و نویسنده بوده، فکر کنم ترک هم بوده و حتی یه شعر خیلی معروفی به اسم آراز آراز داره. ایشون کسیه که سالها توی سازمان چریکای فدای خلق نقش داشته و حتی کتابهای این شخص بین طرفداران این در واقع حزب خیلی محبوب بوده و حتی ایشون با امیر پرویز پویان که مؤسس این سازمان بودن مثلا دیدار داشته. و عرضم به حضور که همینا دیگه. دمتون گرم ویدیو رو نگاه کردید، امیدوارم که این ویدیو مفید واقع شده باشه. به امید روزای خوب، فعلا خداحافظ.